خدمت شما عرض کنم که قسمت بعدی برنامه رو از مهرداد آسمانی عزیز میخوام خواهش کنم بیار اینجا به افتخارشون یه دست آنچنانی بزنید دست که همیشه تظاهرات اورنج کانتی رو برای من کاور میکرد و میفرستاد با محبت بسیار زیاد به افتخارش دست بزنید که نه تنها یه خواننده‌ای با صدای گرم بلکه یک آهنگساز برجسته که برای خیلی از عزیزان آهنگ‌های زیبایی ساخته به افتخارش کجا؟ بیا 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 سلام میکنم خدمت همه شما عزیزانم الان وقتی حمید حرف میزد بیا بیا مرد صداش نوستالژیه نه؟ صدای حمید شفیعی یک بوی خوبی داره یک حس خوبی داره صدای نوستالژیه به افتخارش دست قشنگ بزن هر سال چند سال الان من 55 سال دکتر همین حدود دوستان آقای مرتضی آقای شبخیز همه شما عزیزان هر سال عید میدونستید باید چی بگید عید شما مبارک امسال باید دنبال کلمه بگردید دنبال واژه بگردید چی بگید برای کی گریه کنیم برای مادری که فرزندش رو از دست داده برای فرزندی که مادرش رو از دست داده امسال نمیدونیم باید چی بگیم فقط یک چیزه که همه ما رو زنده نگه میداره و اون امیده و نوروزه که هزاران ساله برای ما ایرانی ها امید آورده ما امیدوار میشیم با نوروز پس میگیم عیدتون مبارک امیدوار باشید امسال سال آزادی شماست سالی که با مهسا امینی شروع شده سال گذشته انقلابی شروع شده و امسال مطمئنم همه ایرانیان به آزادی میرسن به افتخار همه عزیزانی که با شهامت وسط خیابون‌های ایران زندگی خودشون رو به خطر انداختن یه دست قشنگ بزنید به افتخار ایرانمون یه دست قشنگ بزنید عیدتون مبارک عزیزانم زنده باشید از خون جوانان وطن لاله دمید من یه ترانه رو برای شما عزیزان میخونم تقدیم میکنم به شما عزیزانم چند ترانه اجرا کردم نمیترسیم یا وقتشه ولی ترجیح میدم که جوانان وطن رو براتون بخونم فرستادم برای شما روی تلگرامتون برای شما فرستادم خیلی خوب پس آقا مرتضی بیا با هم صحبت کنیم بیا عزیزم بیا دیگه بیا به افتخار مرتضی عزیز یه دست قشنگ بزنیم بیا بیا دیگه تا آهنگ بازن خیلی خوب بگو حالا شما از عید بگو عزیزم شما نبودی من صحبتمو کردم من قربانی اول بودم بودی من صحبتمو کردم دیدم چه بلایی سرت اومد من چیز دیگه ای ندارم بگم من واقعا هر صحبتی بود رو اول کردم من امیدوارم که آزادی برای مملکت ما بیاد تنها چیزی که ما میدونیم هنگام جون یه چیز خیلی جالبی مطلب جالبی رو عنوان کرد آقای شبخیز حاضر آهنگ من برم من داریم وقت میکشم ما واقعا سیاستمدار نیستیم ما یه انسانهای سیاسی هستیم به خاطر حضورمون در خارج از کشور ما سیاسی هستیم همه شما سیاسی هستید ولی ما سیاستمدار نیستیم به ما بگن مثلا بره در وزارت فلان بلد نیستیم ما کارمون این میکروفون هست و صدای مردم باشیم و امیدوارم که بتونیم صدای رسایی باشیم برای
مردم ایران، برای کسانی که صدا در گلوشون خفه شده، ما این کارمون این هست و امیدوارم وظیفه خودمون رو تونسته باشیم در این 40 و چند سال انجام داده باشیم و وقتی هم که برمیگردیم، نمیدونم بگم کی برمیگردیم، ولی به هر حال امیدوارم هر چه زودتر برگردیم، این رسالت خودمون رو در داخل ایران هم انجام بدیم. افتخار مرتضی عزیز. میگن اسکندر مقدونی وقتی یورش برد به ایران گفت کنترل ایران سخته، حکومت به ایران سخته. ارسطو براش پیام داد گفت کارهای کوچیک رو بسپر دست آدمای بزرگ و کارهای بزرگ رو بسپر دست آدمای کوچک. این اتفاق 40 سال برای مملکت ما افتاده. تمام کارهای بزرگ دست آدمای کوچک و نادان و بیسواد. امیدوارم 1402 تمام نخبگانمون از زندان آزاد بشن، مملکت بیفته دست کسانی که بتونن مملکت رو اداره کنن. مرتضی جان درست میگه، ما سیاستمدار نیستیم، ما کار سیاسی نمیتونیم بکنیم چون دنبال نمیکنیم، ولی دلمون با مردم، حضورمون هم با مردم، به خاطر همین ما حضورمون هم سیاسیه. 5 ماه من دنبال کردم تلویزیون آقای شهرخیزی و دیدم که واقعا همراه مردم بود، همراه مردم، همه حرکات بچه‌های ایران رو پوشش داشت. دست درد نکنه. ممنون از شما، ممنون از همه هنرمندانی که برای میهنشون خوندن، همه شما عزیزانی که حمایت کردید در تظاهرات ها، همه جا عاشقتونم. ممنون. از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قدشان صف خمیده، در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیست چو من در غمشان جام دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ. وکیلان خرابند، وزیران بردند به سرقت همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران. یا رب به ستان داد فقیران ز امیران. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ.
از خون جوانان وطن لال دمیده. افتخار مهرداد آسمانی زنگ که شرس کنم یه تکس بفرستیم یه دستی بزنیم یه آخر شبیه دیگه دارم میفتم. مهرداد برای تو دارن دست میزنن و برگرد یه دست آنچنانی بزنیم. منظر عزیز کجا رفت؟ مصاحبه میگیرن، قرار بود یه شعر بخونه. حال شما چطوره؟ خوب هستین شما؟ آقای دکتر راد، همسر گرامی، آتسا خانم عزیز، خیلی خوش آمدید. و جونم یه خودت بگو، یه دختر خانم اصفهانی لباس خانم کتی یونسی رو دوخته که اینقدر ازش سوال میکنید، خیلی جالبه. همین جان، این لباس یه دختر 25-6 ساله در اصفهان تماس گرفت، گفتش که من قلمکارم، کار قلمکاری میکنم. الان هم وضع ایران اینجوری نیست که ما خیلی مشتری نداریم. از همون اصفهان سایزها رو گرفت و پارچه رو خرید، هر تیکرم برای من میفرستاد، این لباس و تیکتی که خودش دوخت و بعد با دست دونه دونه کشیده، یه شیر خورشید روشه و زن که روی شیر خورشید داره با شمشیر میره جلو و تمام اینا قلمکاری، تمامش با دست. سحر عزیز، هر کسی که سوال داره، هر کسی که میخواد به بچه های ایران، به این بچه های با استعدادمون توی ایران کمک بکنیم، به من میتونید ایمیل بکنید. ایمیل من هست kdkaty@90210lawfirm.com. حمید عزیزم تلفن منو دارن، به من زنگ بزنید، من تلفنشون رو بهتون میدم. و این دختر عزیز از اصفهان این کار بی‌نظیر رو با دستای پر استعدادش برای من کشیده و آورده و اینجور استعدادا رو باید حتما ساپورت کرد. قربونش. افتخار دختران هنرمند کشور ما در عرصه‌های مختلف. پاپ جان مطمئنا ضبط کردی اینو؟ این وکیل ها پدرمون در میاره فردا.